تشکر. بنان فرانکل میگه انسان که سلامت روانی داره کار خوب به دیگران میکنه، کار مفید میکنه، کار خود به بهترین نوع انجام میده، کمک میکنه بدون هیچ نوع چشم داشت، فقط به این فکر است که با کار خوب جهان کمی بهتر بسازم. و ای است که انسان مقاوم میسازه. یک چیز یادتان باشه، اگر شما کسی پرسان کرد که مسئولیت تان در این دنیا چیز، در این زندگی چیز، مهمترین مسئولیت مسئولیت میست که دنیا را کمک بهتر بسازم بر نسل بعدی. یعنی دنیا که به اینجا رسیده از برکت انسانای کمی کار کردن، در مغاره بوده کمی خوبترش ساختن، کمی تحقیق کردن، زحمت کشیدن، جور کردن کمی. اینال مسئولیت موتو هم است که دنیا را کمک خوبتر بسازیم، چی با گپ خوب، چی با یک رفتار خوبی که عادت میسازیم، چی با نوشتی خوب، چی با غرس نهال، چی با یک ساختن پل، چی با ساختن مکتب، چی با ساختن مسجد، دنیا را کمی خوبتر تحویل بده. این مسئولیت است در مقابل نسل آینده. اما متاسفانه ما و شما استینای خود بر زدیم، خراب ساخته میریم بر نسل بعدی. و یادتان باشه ما و شما نسل قربانی استیم، نه شرایط سخت داریم. به می وضعیتی که ما و شما جریان داره، اولادای ما بدتر از ما قربانی خود دادن، چون هیچ نوع بهبود، آدم هر چی سعی میکنه سیستمی کاری کنه برای بهبود نمیبینه. هر چیز یک پیشبینی خو میشه آدم بکنه، نه؟ مثلا اگر شما بیاین بر ما بگین اینا کتاب میخوانم، بخیر درس میخوانم، میخوای امتحان بتونی، آدم خوشبین میشه نظر به فعالیتت که این درس میخوانه، این کنکور کار میابیشی، میتونه تصور کنه نظر به درست. اما تو اگه کسی خشت سر خشت مانده رو چی میکنی؟ اینجا رو میخواییم یک خانه جور کنم، میفهمی این دیش چی است. خب برای وطن، برای اصلاحش تو چی میبینی؟ که کسی هم تو خشت سر خشت مانده رو جور کده رو ایست نی. ببینین باور ما به ایست وقتی وطن جور میشه کسی 6 میلیون پشت کتاب افتیده باشه، درس بخونه، دانش خود قوی بسه، اما چه شوق درس میبینی؟ متاسفانه نمیبینی. کتاب خواندن نیست، بسیار محدود، بسیار محدود. و هم که تا این وظیفه برسیم، وظیفه رسیدیم، چیزی که دیگه در دست ما نیست کتاب است. وطن که چی جور شوه؟ نیروی سازنده وطن جوانش است، جوانش است، جوانی که غرق مود و فیشن شوه، غرق سریال دیدن شوه، غرق فیسبوک و تلفن خود باشه، از این که خلاشت یکان مواد نشاور مصرف کنه، از این که خلاشت یکان چکر بره. تو میگه وطن از این جوان ساخته میشه؟ من خود کلیم کار نمیده که چی رقم باید ساخته شوه. جوان دیگه ممالک تو، ممالک ما باز خوب است، کلانای ما خوب است، دیگه جوان شو تو باشه از دیگه ممالک، جوان شقه بدبخت باشه مثل ما، شما ریسفیدایش هم چوکیار پیش خود قید کرده باشه، کسی رق نته، جوان او هم سرکوب کده بره، او با یه فکر باشه. خو اگر جوان ما، اگر مثلا یک جوانی که درس خوانده، ماستری گرفته، دکترا گرفته، خو جایزه بتم کلی میخونه، باز متوجه میشه نه من خو وقت خود از زایی کده رایستم، برنامه ندارم، اولادایم خارج چکر میزنه، بلند منزل ساخته رایستم، پول در جیب خود انداخته رایستم، جوان سرش خلاص میشه. بنان جوان درس خوانه کس تشویق نمیکنه؟ کدام جوان ها را تشویق میکنه؟ کلی قابل تشویق از خیر بینه. مثلا من یک جوان هستم، یک توپ پیشریم خود انداختیم، دم دم میزنم، کل انرژی من توپ است، من را تشویق میکنه، بیا 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 در ریاست جمهوری کت من یک نان بخو. چرا؟ او از ما و توپ و پای من هیچ کدام خطر احساس نمیکنه. دیگه من مالک البته میگم، دیگه من مالک، ما شما خو دانشمند مرتبی اوله داره. بنان او به این فکر است، این آدم که زیاد خوب چه به این فکر است که چی رقم دریبال است، مچم چی است، این است کارش، این سرش در گوش پایین است، این بالا سعی نمیکنه، نمیگه صاحب تو چی میکنی. خب این را تقدیر میکنیم دیگه. ما مثلا ما یک دست من دنگ دنگ دون دنگ 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 دون حالا 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 بیا چه خوب میگونی ها، به پیر جایزه بتی، میمانی بتی، یک آپارتمان بتی، خانه بتی، ده دیگه ما مالک از ما و شما کلی قابل قدر است، خفه نشین از ما، فقط بیان نگو. خو چرا او میفهمه خو ای خو انرژی چی کنه چی نمیست، یک هم روزا مگه محفل شو نشینی داشتم، یا یک میخوانه یک 500 هم دادم خلاص خوش است. اما اگر ماستر تربیه کنم، تشویق کنم، دکتر تشویق کنم، دانشمند تشویق، مردم خود درس میخوانه، حالا ماستری را میمونی میتن، جایزه میتن، یک کل ما بخوانیم که خواندیم ما هوشیار میشیم، هوشیار شدیم ما دیگه به سمت رای نمیتیم، به زبان رای نمیتیم، به منطقه رای نمیتیم، به خائن رای نمیتیم، میدان برشون چی میشه؟ تنگ میشه. به این خاطر دانشمند کس تشویق نمیکنه.
دانشمند باید خارترین موجود باشه در یک مملکت که دا جوان میگه درس درس چی هونه؟ ویت سگ درس خونده ترس به خدا قسم میخورم من خودم برادر خوردم بود میفتم بعدش درس بخون بر من یک مثال میداد میگه فلانی تا صنف چند خودم میفتم تا صنف 6 یا 7 یا 8 ولی نگویم صنفایشون مقصد یک مثال میداد یک چند نفره خب چقدر دارایی داره ای داره او داره اون نخونده ترس ما بخونم کی چی باز مثال میداد خب اینی خونده نه پدرت خونده مامور رسید میبینی جوان او رقم فکر میکنه گرچه بر از او جواب داده مالو شکر دکتر میشه درس میخونه فارغ میشه ما بر از او گفتم بچیم از این رقم کسایی که تو مثال میتی 5% از فکر کن و ما از گرسنگی بمرم ترجیح میتم او رقم نان نخورم که به خون مردم آغشته باشه ولی ما بر تو 95% دانشمند نشان میتم که حداقل دستش به کسی دراز نیست خب جوان او را نمیبینه جوان چی میبینه؟ جوان میگه من علاقه مند فیرفایت هستم زنگ میزنم ماین خانه ایم همیه مادرش میگه درس نمیخونه بچیم چرا نمیخونی؟ حالا استاز درس چی کنم؟ من علاقه مند فیرفایت هستم پیش خود چرت میزنم این چرا علاقه مند فیرفایت هست؟ میبینه که این پیش خود دیگه تجسم میکنه هرکس خیالات داره این خود خیال میکنه که در بین قفس هست دم دم دی در دان دان از او کلی که چک چک واو آفرین نام خدا سرشانایش خیزک بزن بگردان چکر بته برش یک موترام بته خود جوان اونمو چیز کار داره اما بیاین گپ قلبی خدا بگویم گپ مئیس گپ مئیس با کلی یک شکم نان و سرپناه بتین هنرمند تشویق کنین فوتبالر تشویق کنین کرکت باز تشویق کنین بکسرتان تشویق کنین ولی لطفاً دانشمند فراموش نکنین یعنی اگه دلسوزی باشه ای پیامم باز به ممالک دیگه از دیگه اونا ات کنن دانشمند خود ترغیب کنن تشویق کنن جوان ما اول چیز که باید به ذهنش میگرده دانشمند شدن باشه متخصص شدن باشه متاسفانه جوان ما توی تو نیست خوبترین نخبترین جوانای تا پیدا بگو چی میخوای شوی؟ ولد دلم میخوای رئیس جمهور شوم دلم میخوای وکیل شوم هیچ کس دلش نمیخوای دانشمند شوه یعنی ما نه به جراح قلب نیاز داریم نه به انجینیر خوب نیاز داریم نه به معلم خوب نیاز داریم ما تنها به وکالت و ریاست جمهوری چرا او پیش خود فکر میکنه شهرت در این وطن پیش کی است پیش دانشمند نه در این وطن نمیگم او وطن دیگه هدف است این ضمیر دور است این استعاره است برای آن کشورهای دیگر میگم شهرت در دیگه ممالک چی است تو در سیاست باشی مشهور هستی او بچه فیلم هستی چک 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 وکیل باشیم اینا از این که خطا خوردی تو دمی هنرمند باشی هنرمند باشی تشویقوش قهرمان دل هستی یکی چی میخوانی شما چی تاثیرات از این هم که خطا شدی یکم توپ از زده بتانی اینی تشویق است هنرمند بیچاره فراموش شده است هی کاش اینام تشویق باشه هنرمند دانشمند اول باشه اگر نیست خیر دمی قطار خوب باشه اگر اونر دانشمندشان در اون قطار قرار بتن کشورهای دیگه مثل ما و شما آباد میشن خوب میباشن خوش میباشن جوانایش زیادش درس میخونه یک تعدادش که میبینه درس اینا نشد در پالیش دیگه کار آرام پشتش میگیره یعنی چیز کلگی آرام زندگی میتونه ما به خدا کلگی را دوست دارم من انسان در مجموع دوست دارم ولی اینی گپی را که میگم فقط به خاطر دلم به ممالک همسایه میسوزه کمی تعادل زندگیشان برابر شونه جور شون آرام شون بحث مایی است یعنی در غیر از اوش یادتان باشه نیازهای انسان است اینا کار شده نیاز اول خوردن نوشیدن امنیت اینی چیزا نیازهای اساسی است نیاز اساسی انسان هیچ وقتی نیست که چند تا گل زدی این نیاز انسان نیست در غیر از این مسابقه در کشورهایشان مسابقه لیگا شروع میشه پیش از لیگا مونمو وطن امو بدبختی داره در جریان لیگا مو بدبختی است ختم میشه مو بدبختی است وطن هیچ چیز جور نشد وطنشون جور نشد پیشرفت نکرد تو اول شکمایتان سیر کنین وطن جور کنین بیوا و بیچاره نشین در ملک مردم نبین در ملکای ما ماجر نشن در ملک خود باشن در دریا غرق نشن ما اینجا نانداده رای سیمشان نه و خاطر اینمی گپشان باز کل چیزشان که جور شد شکم که سیر بود وطن تارام بود باز برو بیشی ایدقه تفریه هم که فوتبال هم سیکو کرکت هم سیکو موسیقی هم گوش که بخی ایدقه رقص و پایکو بیامن که ولی اول سر چیزای عمومی بنان ما به کلگی احترام داریم به ورزشکار تاج سر ماستن هنرمند سیاست مداری ولی اگر میخواین وطنشان جور شوه دانشمندای خود قدر کنن همین گپ ما را گوش کنن
بین که یک وقفه بگیریم با حمید آبادی کلا برد.